374 میلیون شیبا در 3 روز گذشته سوزانده شده است. اتریوم، دوج کوین و شیبا اینو سهم بازار پرداخت بیت کوین را محدود می‌کنند. انفجار شیبا اینو در راه است. با ما همراه باشید تا جدیدترین اخبار شیبا اینو را از دست ندید و یادتون نره کانال یوتیوب ارز دیجیتال رو حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید و هر سوالی هم دارید در کامنت ها بپرسید. 374 میلیون شیبا در 3 روز گذشته سوزانده شده است. در طول 24 ساعت گذشته بیش از 135 میلیون شیبا برای همیشه از گردش خارج شده است. اما به نظر میرسد این توکن سوزی معمولی تأثیری بر قیمت این رمزارز نداشته باشد. در حال حاضر قیمت شیبا اینو در حال کاهش است و از بالاترین رکورد خود در اکتبر سال 2021 برابر با مهر ماه فاصله گرفته است. دو روز پیش نیز در مجموع 239 میلیون شیبا سوزانده شد. 135 میلیون شیبا سوزانده شد. کاربر توییتر شیبا که جامعه شیبا را از تراکنش‌های متعددی که مقادیر زیادی شیبا را به یک کیف پول مرده منتقل می‌کند، آگاه می‌سازد. در توییتی نوشت که در 24 ساعت گذشته در مجموع 134 میلیون توکن طی 17 تراکنش سوزانده شده است. در توییتی که بعد از آن منتشر شد، این کاربر گفت که 1 میلیون دیگر نیز سوزانده شده است که تعداد کل را به 135 میلیون می‌رساند. بیش از 239 میلیون شیبا در دو روز گذشته سوزانده شد. دو برابر این مقدار عظیم کوین نیز در دو روز پیش سوزانده شد، زمانی که استیون در توییت خود در 15 ژانویه برابر با 25 دی از تیم پشت توکن سوزی های شیبا قدردانی کرد. طبق توییت استیون، دو روز پیش این افراد بیش از 239 میلیون شیبا را به یک کیف پول مرده فرستادند تا هیچکس نتواند آنها را برداشت یا خرج کند. اکانت توییتر این شرکت نشان می‌دهد که تاکنون تعداد خیلی زیادی شیبا را سوزانده‌اند. استیون مالک موسیقی رمزارزی بیگر است که به طور منظم شیبا را می‌سوزاند. جشن توکن سوزی اخیر شیبا توسط این شرکت به صورت زنده در 26 دسامبر یعنی برابر با 5 دی در یوتیوب پخش شد. در آن روز آنها 239 میلیون توکن را سوزاندند. جشن توکن سوزی بعدی قرار است در 14 فوریه برابر با 25 بهمن روز ولنتاین برگزار شود. در 30 دسامبر یعنی 9 دی استیون در توییتی نوشت که تیم او اکنون قصد دارد به ارزش 100 هزار دلار شیبا را بسوزاند. اتریوم، دوج کوین و شیبا اینو سهم بازار پرداخت بیت کوین را محدود می‌کنند. به گفته پردازشگر پیشرو، پرداخت رمزارزی ارزهای دیجیتال در حال محبوب شدن در بین خریداران هستند. 65% از تمام پرداخت‌ها با بیت کوین، بزرگترین ارز دیجیتال جهان، در سال 2021 انجام شده است که نسبت به سال گذشته 27% کاهش داشته است. اتریوم بزرگترین مقصر کاهش سهم پرداخت بیت کوین است. در سال گذشته علارغم اینکه این شبکه با کارمزدهای بالای مواجه بوده، اما مسئول 13% از کل تراکنش‌های پردازشگر پیشروی پرداخت رمزارزی بود. میم کوین های شیبا اینو و دوج کوین در کنار لایت کوین در میان محبوب ترین آلت کوین ها قرار گرفتند. دالاس، تیم بسکتبال متعلق به میلیاردر مارک، در مارس گذشته یعنی اسفند 99 پذیرش دوج کوین را با مشارکت این پرداخت پیشرو آغاز کرد. خرده فروشی الکترونیک نیو ایگ به مشتریان خود در سال گذشته امکان پرداخت با دوج کوین و شیبا اینو را داد. انتظار می‌رود که غول سینمای AMC پس از فعال کردن پرداخت‌های رمزارزی در اواخر سال 2021 با کمک این پردازشگر پذیرش دوج و شیبا را در اوایل سال 2022 آغاز کند. همانطور که توسط تودی گزارش شده است، نظرسنجی اخیر انجام شده توسط ویزا نشان می‌دهد که یک چهارم کسب و کارها قصد دارند در سال 2022 ارزهای دیجیتال را بپذیرند. این پردازشگر در سال گذشته شاهد افزایش 57% حجم تراکنش ها بود که از رشد بازار گسترده ارزهای دیجیتال بهره می برد. با این حال، حتی با وجود نزدیک به 79,000 تراکنش پردازش شده در یک ماه، این شرکت در مقایسه با غول های جریان اصلی مانند ویزا کمرنگ می شود. با سوار شدن بر موج کریپتو، سرمایه گذاران در سال 2021 به طور انبوه ارزهای دیجیتال را خریداری کردند و کالاهای لوکس تقریبا یک سوم از کل حجم تراکنش های این پردازشگر را تشکیل می دادند. شیبا حالا با ارزش بازار حدود 15 میلیارد دلار در رتبه 14 بازار قرار داشته و سهم 0.4% از کل بازار را در اختیار دارد. هر واحد از شیبا اینو در این لحظه با قیمت 0.4 تا 0.28 دلار با احتساب نرخ تتری 27725 تومان نزدیک 1 تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن 701 میلیون دلار است. قیمت در 24 ساعت اخیر حدوداً 2% کاهش یافته است. بالاترین قیمت شیبا اینو در تاریخ 6 آبان 1400 معادل 0.4 تا 0.8 دلار بوده که همینک 67% پایین‌تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش شیبا اینو 549 تریلیون و تعداد کل واحدهای آن 589 تریلیون خواهد بود. در حال حاضر فعال‌ترین صرافی که در آن شیبا اینو معامله می‌شود صرافی بایننس با سهم 17% از حجم معاملات روزانه است.
اما تغییرات یک ساعته، یک روزه، 14 روزه، 30 روزه و 60 روزه روند نزولی داشتند، یعنی اینکه منفی بودند. تغییرات 7 روزه، 6 ماه و 1 ساله روند سودی داشتند. مطمئنا تغییرات یک ساعته، یک روزه، 14 روزه، 30 روزه و 60 روزه که روند نزولی داشتند در آینده به روند سودی تبدیل خواهند شد. صرافی FTX به عنوان اسپانسر همایش بلاکچین 2022 استرالیا انتخاب شد. صرافی FTX اسپانسر حقوق نامگذاری هفته بلاکچین استرالیا در سال 2022 خواهد بود که از 21 تا 25 مارس یعنی 1 تا 5 فروردین برگزار می شود. اسپانسر حقوق نامگذاری به شرکتی گفته می شود که با پرداخت هزینه تبلیغات نام برند او برای یک محلی ها رویداد خاص گذاشته می شود. بیش از 200 سخنران از جمله مدیر عامل FTX سم در 75 رویداد در هفته بلاکچین استرالیا حضور خواهند داشت. بلاکچین استرالیا یک شبکه صنعتی نوظهور استرالیایی است که در این همایش قصد دارد صنایع دانشگاه و دولت‌ها را گرد هم بیاورد تا درباره فرصت‌های بلاکچین بحث و گفتگو کنند. دولت اسپانیا قوانین جدیدی برای تبلیغ ارزهای دیجیتال وضع کرد. کمیسیون ملی بازار سرمایه اسپانیا از این پس صورت مستقیم روی فعالیت تبلیغ کنندگان و اینفلوئنسرها نظارت خواهد کرد تا اطلاعات غلط به علاقمندان بازار ارزهای دیجیتال ارائه نکنند. دولت اسپانیا در جدیدترین قوانین خود دستور داد تا تبلیغ کنندگان 10 روز قبل از انجام تبلیغاتی که مخاطب آن بیش از 100 هزار نفر است به سازمان نظارت مقررات مالی اطلاع دهند. طبق بخشنامه جدید که از 17 فوریه یعنی 28 بهمن اجرا خواهد شد، تبلیغات ارزهای دیجیتال باید شفاف، متعادل و منصفانه باشد و در عین حال اطلاعاتی کافی در مورد خطرات سرمایه گذاری در این بازار را ارائه کنند. اما توسعه بیشتر صرافی بایننس در تایلند. بایننس بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان قصد دارد مجدداً خدمات خود را در تایلند گسترش بدهد و احتمالاً شعبه جدیدی را در این کشور افتتاح می‌کند. این صرافی اخیراً قراردادی را با هولدینگ تایلندی گلف که در صنعت انرژی فعالیت می‌کند امضا کرده است. از طرفی شرکت گلف، صرافی بایننس و دولت تایلند قرار است گزینه‌های پیشروی بایننس در بازار تایلند را بررسی کنند. احتمالاً افتتاح صرافی و ایجاد مشاغل مرتبط با آن هم در بین این گزینه‌ها قرار دارند. بایننس 792 میلیون دلار BNB را سوزاند. بایننس 18مین توکن سوزی خود را انجام داد و عرضه بایننس کوین را 1.5 میلیون توکن کاهش داد. این برنامه توکن سوزی هر 3 ماه یک بار انجام می شود و این بار با استفاده از یک سیستم جدید برای تعیین میزان توکن هایی که باید سوزانده شوند به صورت خودکار انجام شد. قیمت بایننس کوین تنها کمی پس از سوزاندن توکن ها تحت تاثیر قرار گرفت و دچار کاهش شد. بر اساس قیمت بایننس کوین در زمان شروع این فرآیند حدود 792 میلیون دلار توکن سوزانده شده است. سرقت 15 میلیون دلار اتریوم از صرافی crypto.com. شرکت امنیت بلاکچین شیلد از سرقت تقریبا 15 میلیون دلار معادل 4600 اتریوم از صرافی crypto.com خبر داد. روز دوشنبه این صرافی در توییتر خود اعلام کرد که برداشت وجه را به دلیل فعالیت‌های مشکوک متوقف کرده و تمامی وجوه کاربران دست نخورده باقی مانده است. با این حال برخی از کاربران از کاهش سرمایه خود در این صرافی خبر دادند. شیل گفت که نیمی از ارزهای دیجیتال به سرقت رفته از طریق پلتفرم تورنادو منتقل شده است. اگر از این ویدیو خوشت اومده حتما کانال یوتیوب ارز دیجیتال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم فعال کنید تا از آپلود شدن ویدیوها باخبر بشید.